اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 میکنم و میارم تا
ستمی بی حد بر این مردم روا داشته است و اون است که ما اون تاریخ را نباید فراموش کنیم ولی انتقامگیر هم نیستیم اما در جای مسالمت و باید به آنها درس بدهیم وقتی که در دوران حکومت عبدالرحمن در سال 1880 تنهریزی هایی کردن این مردم را نابود کنند نقشه هایی ریختن به بهانه مالیات و تا اینکه این مردم حوصله سر آید به شورش کنند و اون شورش را سرکوب کنند این نقشه را کردن لذا شروع کرد البته این مالیات تنها مختص در هزارجات بود نه در باقی افغانستان زمین های مردم هزاره را زمین های کشاورزی حاصلاتش را حدود نصفش برای مالیات بیشتر تنها بود و هر خانه را و هر خانه 20 تنگه که پول اون ناکه بود از مردم مالیات میدید و همچنان از گله گوسفند گوز و غیره آمد اگر کسی گله داشت و یا کم داشت برای ضرورت خودشان از آنها مالیات میگیرید و حتی از هر نفوس این مردم هم از کودک و جوان گیر و زن و مرد از همه هر سال یک ایران زر یا نقره مالیات میگیرید تا اینکه بیشتر از نصف عایدات مردم باید مالیات دادن میشد و بقیهاش هم برای خودشان کافی نبود لذا حوصله مردم سر آمد شروع کرد به نیام و عبدالرحمن جابر از اختلافات درونی مردم هم استفاده کرد این شورش را همچنان سرکوب کرد که مردمان را کشتند و یک عده از مردمان را به نام زبار حاجی موسوی ارباب یا آن بهتر به آنهایی به اسیری بردند و کودکان مردم را به غلامی میفروختند و تا اینکه و مال و انبار مردم هزاره را هر اساطیری که اون منطقه را بر میکرد فقط جایزه برایش میدادند تا وقتی همه هزارجات را تصویر کردند بعدا شروع کردند در کابل حدودا بود که صد نفر اعدام میکردند و همچنان این ظلم و این تحقیر ادامه داشت اما اون کشت و کشتاری با اون صورت نبود از راه دیگر تحقیر بود این مردم حتی شما میدانید که در زمان عسکری پدران ما و شما نمیدانید و اون عنعنات مذهبی خودشان نماز بخوانند و که محسنین نمیتوانید رشته خود را تعیین کند و در دانشگاه ها میرود و یا اساکر دولتی برای مردم هزاره هیچ ارتباطی نداشت نمیتوانید یک صاحب منصب شود پس آنجا آمد تا در زمان 1358 که روز افغانستان را اشغال کرد و انقلاب شروع شد و در انقلاب و این انقلاب یک فرصت خوبی بود برای این ملت مظلوم و ستمدیده که تا در خارج سفر کند و ببیند جهان را و تحقیق